رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان از لندن همراه ما هستند. جناب بندویی، متشکرم از حضورتون در برنامه. این بازداشت های سازمان یافته به نظر شما اساسا با چه هدفی توسط حکومت شکل میگیره؟ با درود بر شما بینندگان گرامی، ببینید در کل برنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، مسئله به قول معروف از میدان بدر کردن موقعیتی است که مولوی عبدالحمید و اعتراضات مردم بلوچستان در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی دارند. و خب دقیقاً هممون متوجه هستیم، کسی که طلبه باشه از قبل به قول معروف ثبت نام شده و همه چیزش اونجا درست هست و بر مبنای ضوابطی که اونجا هست همه اون رو میشناسند، ولی این شخصی که الان جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد و به حال خوشبختانه افشا شد و رسوا شدن، الان دیگه کار رو رسوندن به جایی که جای متهم و قربانی رو دارن عوض میکنند. و خب کاملا طبیعی است اون بخش رسانه‌ای و اون بخش امنیتی دور اطراف مولوی عبدالحمید خب نقش بسیار بسیار مثبت و مفیدی رو بازی کردن. برحال خبررسانی است دیگه، خبررسانی میکردن و دقیقاً در ارتباط با تضعیف مولوی، مثلا تضعیف ساختن موقعیت مولوی است که تلاش دارن به این شکل برخورد بکنن. ولی غافل از اینند که برحال اگر چون کسی که مسئول رسانه است، تکنولوژی این روزه اینجوری نیست که فقط یک نفر باشه، خب ایشون یک نفر رو میگیرند، ولی مطمئن باشند که کسان دیگری جای اونها رو خواهند گرفت. و با توجه به این همبستگی بسیار بسیار مهم و واقعا خوشنامی که الان در بلوچستان شکل گرفته و با مرکزیت مولوی عبدالحمید، طبیعی است که این اعتراضات همچنان ادامه پیدا خواهند کرد. ولی جالب اینجاست، اتفاقا جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه که تحت شکنجه اعترافات بزرگ گرفته شده از اون کسی که به هر حال جمهوری اسلامی الان مدعی هست که ایشون یک طلبه اهل سنت و اهل فلانجا بوده است و در همون مدرسه به عنوان طلبه بوده. حالا که اخباری که بر دست ما رسیده و ما شنیدیم به این شکل هست که ایشون در واقع با یک حالت مشکوکیت، اتفاقا خیلی هم شبها رو همونجا انگار در مسجد میخوابیدن و به همین دلیل هست که مشکوک میشن بهش و شروع میکنن به قول معروف به جستجو. و به هر حال نهایتاً هم واقعیت اینه که برای آنچه که ما شنیدیم، برخلاف ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه که تحت شکنجه بوده این شخص، این شخص بر مبنای آنچه که به هر حال عرض کردم کافر هم بگیش خود پندره، جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که برای گرفتن اعتراف حتما باید شکنجه کرد، ولی گرفتن همون اعترافی که دلشون میخواد. به همین دلیل این مسئله کلا برنامه ریزی های ادامه برنامه ریزی های بسیار حساب شده و سناریوهایی است که جمهوری اسلامی برای تضعیف موقعیت مولوی عبدالحمید در واقع برنامه ریزی کرده و داره در همین جهت حرکت می‌کنه. منسجم آیا منجر به ایجاد تفرقه آنچه که هدف حکومت هست در سیستان و بلوچستان خواهد شد یا خیر؟ ببینید، با توجه به جنایتی که جمهوری اسلامی ایران در دو تا روز جمعه زاهدان و خاش آفرید، در واقع خون جوانان بیگناهی ریخته شده اونجا که این جوانان هر کدومشون هزاران نفر خیشاوند خونی دارند، بگذارین از این که هم فکرانی دارند، به همین دلیلی همبستگی وجود اومده با این ترفندها اتفاقا بیشتر تقویت میشه، به دلیل اینکه مولوی عبدالحمید تا هنوز هم با مردم هست و انتظار این نمیره که مردم رو تنها بگذارند ایشون. و من فکر نمی کنم که ایشون در ارتباط با اینکه پسرشون یا نوهشون گرفته شده، برحال از نزدیکان و فامیلارشون گرفته شدن، در واقع یک حس فشاری رو بکنند که کوتاه بیایند. هرگز کوتاه نخواهند آمد، با توجه فرهنگی که در مردم بلوچستان هست، فرهنگی دینی و سنتی که از اونجا، وقتی که به قول معروف کسی پای یک قولی نشست، مولوی عبدالحمید قول داده که با مردم خواهد بود و به همین دلیل در تضعیف مولوی عبدالحمید اتفاقا هر برنامه‌ای ریخته بشه نتیجهش بر عکس خواهد بود، یعنی ایشون محبوب تر و در میان مردم در واقع جایگاه بسیار بسیار محکم تری پیدا خواهند کرد، نه تنها در میان مردم بلکه در میان اپوزیسیون کل ایران، با توجه به مقاومتی که تا الان از خودش نشون داده و حرفای دقیق و درستی رو که برگرفته از این جنبش در واقع داره مطرح میکنه. متشکرم از شما رحیم بنجایی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان که از لندن همراه ما بودین.